عقیده رایدی رقم 34 ناحیه سینای پایتخت است. ساعت و وقت دوشنبه 7:45 و مسئولان این اوچسکه انتخاباتی که 1300 آواز دهنده دارند میگن تا این لحظه ها حدود 9% رای دهنده آمده علکی آواز دادند و قرار است در آن همین قطعه آواز دهی رقم 34 چند لحظه پس رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف بیاید و به اینجا با حزب یا نامزدهای دلخواه خود آواز دهد. زویروف همراه چندی از جانبدارانش به آواز دهی آمد. حزب سوسیال دموکرات یکی از 7 حزب فعالیتش رسمی در تاجیکستان است و به ادعای مسئولانش 8500 عضو دارد. زویروف میگوید در این منطقه بیشتر از 400 عضو حزب به سر میبرد. یعنی این ناحیه ناحیه سینو این یک ناحیه حزب سوسیال دموکرات است، برای اینکه در این ناحیه ما 1140 نفر عضو داریم در یک ناحیه. در دیگر ناحیه شهر دوشنبه ما کمتر داریم، اون شمارش از 150 تا 200 می رود. رحمت الله زویروف میگوید به نتیجه های انتخابات خوشبین است و باور دارد این دفعه حزبش پارلمانی خواهد شد. این البته اراده مردم است، اراده خلق است و من یکی از هدفهای حزب سوسیال دموکرات در آن می باشد که استواری حاکمیت خلق را در تاجیکستان تامین کردن، یعنی دموکرات واقعی را، دموکرات رویکنی، دموکرات واقعی. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زویروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام علی رحمان بود. وی بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. زویروف در انتخابات گذشته نیز به حیث نامزد به مقام پرزیدنتی شرکت کرده است، اما او همیشه نتیجه انتخابات قبلی را قبول نداشت. تو کدام درجه این انتخابات در حقیقت شفاف، آزاد و دموکراتی برگزار می‌گردد؟ من چندین بار تاکید کردم که من با دموکراتی شفاف بودن انتخابات باوری ندارم. اکنون نتیجهش را در حقیقت تا کدام درجه این دموکراتی آزاد و شفاف می‌شود، در آخر روز در وقت نتیجه گیری می‌شود، این را می‌بینیم. جرایان آوازدهی در انتخابات پارلمانی در سراسر کشور ادامه دارد. ما و همکارانمان دوامی روز از رفت این مرکه سیاسی گزارش ها خواهیم داد. سروینازی روحلو، امردین اولیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.